بسیاری از کسانی که از رهبر شدن آیت الله خمینی در انقلاب ایران تأسف می‌خورند می‌گویند خمینی انقلاب را دزدید. آیا چنین است؟ ممکن بود تحت شرایطی انقلاب ایران با رهبری غیر از آیت الله خمینی به سرانجام برسد؟ سلام شماری از نیروهای غیر مذهبی مخالف محمد رضا شاه پهلوی تحولاتی را بیاد یاد می‌آورند که به عقیده آنان ممکن بود تحت شرایطی اوضاع را به مسیر دیگری ببرد و رهبری آیت الله خمینی در انقلاب ایران را ناگزیر نکند یکی از این تحولات شبهای شعر گوته بود که تمهیدی شد برای گرد آمدن روشنفکران و دانشجویان سکولار مخالف حکومت شاه در مهر ماه سال 56 و ایجاد حرکتی اعتراضی علیه شاه که سرکوب شد. دیگری تلاش چهره های منتصب به جبهه ملی و جریان های نزدیک به آن بود. چهره چون کریم سنجابی، داریوش فروهر، قلام حسین صدیقی و شاپور بختیار که هر یک به نحوی متفاوت برای برون رفت از اوضاع بحرانی کوشیدند این تلاش ها شکست خورد آیا معنیش این است که رهبری آیت الله خمینی در انقلاب ایران ناگزیر بود یا اونگونه که به زبان آمیانه گفته می شود چنین نبود و آیت الله خمینی انقلاب ایران را دزدید ولی آیا نیروهای دیگر از میلیون تا چپها در شرایطی بودند که بر اوضاع تاثیر قاطعی بگذارند؟ جمشید اسدی تحلیلگر مسائل ایران میگوید تا سه ماه پیش از انقلاب ائتلافی از چهره ملی و حتی مذهبی از آیت الله شریعت مداری تا سنجابی و فروهر ممکن بود بتواند در رأس جنبش اعتراضی مردم ایران قرار بگیرد اما مهدی فتاپور، او هم تحلیلگر مسائل ایران میگوید انگاه که وضعیت انقلابی حاکم شد رهبری آیت الله خمینی ناگزیر شد از او خواهیم پرسید منظورش از وضعیت انقلابی چیست اما پیش از اون آیه اسدی شما به تفصیل نظرتون رو توضیح بدید بله ببینید آنچه که به انقلاب اسلامی مشهور و معروف شد با جنبش مردمی آغازید که نه رهبری آن مذهبی بود نه خواستهای مذهبی داشت عمدتا با برآمدن ایران به لحاظ اقتصادی در دهه چهل و نیز دهه پنجا سطح زندگی مردم به جایی رسیده بود که زندگیشون در سپهر سیاسی همتراز زندگی اقتصادی دیپلماتیک اینها نبود اینها خواستایی داشتن در سال 55 دو اتفاق میفته که کمک میکنه اینها بتونن برن توی خیابون و اعتراضاشون رو بگن از یک سو کارتر قرار بیاد با برنامه انتخاباتی حقوق بشر در سراسر سر جهان و از سوی دیگه اشتباهی که شاه داشت در اصرار بر اینکه سرعت ببخشد به توسعه و خلاف نظر اقتصاددانان تزریق بسیار پول کرد تورم و بالا برد و این باعث نارضایتی مردم شد در حال مردم رفتن در خیابان در سال 55 حرکت در, 55 در حقیقت از 56 ما در خیابان می‌بینیم که هستند چهار دسته عمده نویسندگان هستند جبهه ملی هست حقوقدانان هستند و جسته و گریخت مردمی که از اینها دفاع میکنن نامه سه نفر مثلا جبهه ملی من یادم اون زمان برای ما که بسیار جوان بودیم یک تبلیغ بسیار زیادی بود خب این تا مدت ها ادامه دارد بدون اینکه این رنگ مذهبی بگیرد یا خواست مذهبی داشته باشد یا یک حکومت مذهبی بخواهد آن تونت پیچی که در حقیقت خمینی رو یک توانش رهبری بهش داد تونت پیچ دولت اصحاری بود حکومت نظامی او و به دو دلیل عمده یک اینکه از اون زمان به بعد مردم فهمیدند که اعتراض کردن و توند روی هزینه نداره چون یک دولت نظامی است که این دولت نظامی در همان روزی که تشکیل می شود شاه یک سخنرانی میکنه و میگه صدای انقلاب شما رو شنیدم آرمان های شما رو قبول دارم شما یعنی... دارید راجع به حدوداً سه ماه پیش از انقلاب سه ماه آبان ماه این اتفاق که میفته دقیقا معتقد هستید اون چیزهایی که گفتید در سال 55 رخ داد تا آبان 57 رنگ مذهبی نداشت از ارگز نداشت شما نگاه بکنید به امی های شعری که در مقدمه به دانشاره کردید که این در حقیقت آخرین حلقه زنجیر بود یا یکی از آخریناش بود پیش از آن شما مثلا نشست و گرده همایی هایی رو دارید که از سوی جپ ملی نویسندگان حقوقدان ها بارها بارها در هتل های مختلف تهران و بلکه در شهرستان ها جمع میشن حرف میزنن و میزنن و مردم از اینها استقبال میکنن و گفتگو میکنن. ولی در دی ماه سال 56 حدود یک سال پیش از انقلاب ایران در قم که چهلومه کشته شدگان یک حرکت اعتراضی پیش از اون مسئله ساز میشه در چهلم اونه که در تبریز تظاهرات میشه و اینا رنگ مذهبی داره نداره بسیار درست میفرمایید ببینید رنگ مذهبی داره چهلم نمیتواند مذهبی نباشد اما این چهلم گرفتن ها به خصوص اولین باری که بعد از اون نامه پرخطای رشیدی مطلق که در روزنامه اطلاعات چاپ شد اولین تظاهرات در قم صورت میگیره اما طلبه ها بیشتر سر غیرت مذهبی بر خیابان میان و اعتراض میکنن و بعد چهلم چهلم برگزار میشه منظورتون می چی منظورتون اینه که خواستشون یا اعتراضشون سیاسی نیست صرفا به دلیل اینکه احساس میکنن اهانت شده باید تو ما هرگز همچین شعاری نمیبینیم شعارهایی که ما میبینیم در نهایت یعنی نزدیکترین شعارهایی که به خواستهای سیاسی میدهند این است که خمینی برگرده منتظری آزاد بشه و این اهانت شده باید رفع اهانت بشه خب حاصل حرف شما این است که تا سه ماه پیش از انقلاب آبان 57 معلوم نبود که آیت الله خمینی در رأس انقلاب ایران قرار بگیره درسته هرگز معلوم نبود و بلکه احتمال بسیار کسانی دیگه بیشتر می رفت تا اینکه ایشون بشه مثل؟ مثلا حتی اون موقع ببینید حتی خب اینو من باید فرصت داشته باشم که با مدرک بیشتری ثابت کنم حتی بازرگان و طالقانی بیشتر رو به سوی آیت الله شریعت مداری داشتن حتی سران جبهه ملی بیشتر رو به سوی آیت الله شریعت مداری داشتن که ایشون به وضوح و به روشنی می گفت که باید به قانون اساسی برگشت و حتی وقتی که میخواست جدلی بکند با شاه میگفت به ما میگویند مرتجه اگر ارتجا و من فکر میکنم در عین حال در این پاسخگویی یک زیرکی هم میرفت ارز میکنم چرا زیرکی میگوید اگر ارتجاع یعنی بازگشت به قانون اساسی ما مرتجعیم چرا میگوید ارتجا در عین حال من فکر میکنم میخواهد فاصله خودش رو با خمینی نشون بده بله آقای فتافور شما چرا معتقد هستید که از زمانی که این جنبش اعتراضی رنگ انقلابی به خودش گرفت وضعیت انقلابی حادث شد که بل... البته ازتون خواهیم پرسید منظورتون از وضعیت انقلابی چیه و چه چی مختصاری داره چرا از اون موقع دیگه رهبری آیت خمینی ناگزیر بود وضعیت انقلابی ابتدا سوال شما که مطرح کردین منظور شرایطی هست که حکومت هم هست هم نیست یعنی حکومت وجود داره ولی امکان اعمال قدرت نداره و جنبشی که وجود داره مبارزاتی که وجود داره اصلا تبعیت نمیکنه از اون تمالی حکومت داره و اون قدرت نداره که اونها رو سرکوب بکنه و کنترل بکنه تقریبا از زمان دقیق نمیشه گفت از چه زمانی ولی از تابستان 57 هفت چنین شرایطی ما داریم مثلا جایی که این شرایط رو به طور معین نشون داد و در واقع نشون داد که آقای خمینی دیگه قدرت فائق کاملا بین اپوزیسیون به نظر من عید فطر سال 57 هفته که رهبران جبه ملی خواستن بیان تو میدون خیلی کم اومدن و بعد آقای خمینی طرف دارن آقای خمینی گفتن جمعیت چند صد هزار نفری صد هزار نفری اومدن تو میدون و در اونجا برای اولین بار به طور مستقیم رهبری آقای خمینی تو قدنامه مطرح شد بعد از اون 17 شهری شهریوره این شرایطی هست که دیگه حکومت نمیتونه کنترل کنه هر تصمیمی میگیره به عکسش بدل میشه ولی راجع فکر بگین ناگوزیده این اداره بله نا. برای برای اینکه نیروهای اول. بله نیروهای مختلفی هنوز در صحنه بله. هستند برای سوال شما ببینید ما در مسائل تاریخی دو موضوع رو در دو زاویه مختلف باید مورد بحث قرار بدیم یک بحث بحثایی که به روند و سگی داره یعنی در یک پروسه تاریخی درازمدت با حوادث سیاسی بالا و پایین میشه ولی دگرگون نمیشه و نیروها به این دلایلی امکانات و توانی برای نفوذ دارن توانایی هایی دارن و یه بس بحث بحث هایی که حوادث تصمیمات سیاسی است که ممکن این تصمیم سیاسی که گرفته میشه مثلا نتیجه عکس بده یا بهمان نتیجه بده در موضوع اول قشنگ میشه تحلیل کرد که نیروها چه قدرتی دارند امروز میشه قشنگ برگشت عقب و گفت که چه هایی طی شده در موضوع دوم همش گمانه است یعنی اینکه وقتی یه حادثه یه اتفاق میفته اینکه مثلا شاه سرطان نداشت قاطع تصمیم می گرفت اینکه مثلا کارتر درگیر کم دیوید نبود و امکان داشت که آمریکا بیشتر به مسائل ایران توجه کنه مقاله می یا نمی هر کدوم از این حوادث میتونه تاثیرات بذاره ولی اینکه اگر نمی چه اتفاقی می افتاد دشواره که نظر دادن به دلیل اینکه با عوض شدن یک پارامتر بقیه عوض میشن ثابت نمیمونن بله. و در نتیجه ولی میشه این تمایز رو قائل میشید بین اون روندهای بنیادین و زیرینی که در اجتماع هست نمیشه. و اون اتفاقاتی که میاد و میاد هر دو بخش هم در این قسمت بله. اول صحبت کنم به جواب شما برمیگردم بله. ما در ایران در مخته سالهای چهل و پنجاه قبل از سالهای چهل ما چهار نیرو داریم چهار نیروی جدی داریم در مقطع مثلا 28 مرداد ناسیونالیست های اقتدارگرا که حکومت شاه هستن قدرت رو دارن حول رژیم متشکل هستن ناسیونالیست لیبرال که حول جبهه ملی هستن بحث کلیست میشه همیشه سایه روشن بین نیروها قائل شد نیروهای چپ که اون زمان حزب توده است ولی در سالهای پنجاه نیروی اصلیشون فدایهان به اضافه جریانات کنفدراسیون و به نیروهای دیگه که نفوذشون کمتره ولی وجود داره و حزب توده که تضعیف شده و نیروی چهارم نیروی چهارم مسئله روحانیته فهم. یک نیروی پنجم هم اینجا اضافه شده در از این سالهای پنجاه اونم روشنفکران مذهبیه که از یه سو همسایان با نیروهای چپ مجاهدین و بعد میاد طرفداران شریعتی از یک سو همسایان با نیروهای لیبرال حتی شاید بشه نیروهای لیبرال حسابشون کرد مثل نهضت آزادی بله. این پنج تا نیرو وجود دارن رژیم شاه رو همه میدونیم وضعیتش رو خب طبیعتا در تمام توادث مهمی که اتفاق میفته رژیم شاه که تعیین کنند است سال 54 رژیم در اوج قدرته و صحبت هایی که آقای اسدی کردن در این زمینه دقیقه رژیم شاه جامعه داره رشد میکنه امکانات رشد وجود داره اخشار میانی رو... رشد کردن و همه ارقام شرایط مثبت نشون میده بالا بودن اوج قدرت در زمان درست در اون زمان رژیم یک تصمیمی میگیره که با این مسئله برعکسه یعنی درست در زمانی که رژیم در اوج قدرت و اخشار میانی روش کردن تصمیم به تشدید استبداد فردی گرفته میشه که مشخصش از بخوام اگه زمان بزنیم 11 اسفند 53 تشکیل از رستاخیزه تشکیل حزب فقط یه حزب درست کردن نیست بله میخوام اینو رب بدید به بحث ناگزیر بودن بله. یا نبودن رهبری این در مورد رژیم شاد بله. بله. این چه اتفاقی میافته؟ این اتفاقی میفته به دنبال اون همونطور که صحبت شد اون رشد به دلیل اشتباهات اقتصادی بزرگ تورم به وجود میاره بله. تورم نارضایتی به وجود میاره ولی این نارضایتی بیش از همه در کجاست اقشار ضربه پذیر جامعه بعد از سال 42 در ایران اتفاقی افتاده به دلیل استعات عرضی بخش بزرگی از روستایان اومدن شهر جمعیت تهران از یک میلیون نفر در سال سی و رسیده به چهار میلیون نفر در سال پنج و پنج. سه برابر شده خب پشه از هفتاد درصدش بخش عمده اینها ها شنشین هستن اینا روستایی یعنی که اومدن شهرهای اومدن شهرهای کجید. و در میان اینها نفوذ کلام با در روحانیت امکانات دارن و بعد به دلیل همین وضعیت تورم بیشترین ضربه پذیری در اینها هستن اینا, مز... اینا تضرر کردن در رابطه با همین روند رشد چون قیمت مسکن شده دو سه بیش از همه اینا ضرر کردن اولین حرکت ها اینا رو در شکل مسئله خارج از محدوده یا مثلا 56 میبینیم حرکت اینا اعتراضی حکومتی نیست خاص بون... چیز خاصای مطالباتی دارن و اینها رو خمینی و نیروی روحانیت موفق میشن به دلیل عدم حضور چپ که میتونست رقابت کنه باشون و من در بحث بعدی میگردم که چرا چپ ها نتونستن میتونه این نیرو رو جلب کنه این نیروهای ملی اصلا نمیتونستن با این نیرو تماس بگیرن اصلا سیستم فعالیتشون سیستم کارشون بیشتر کار در شرایط علنی و سیاسی است و در حالی که رژیم خمینی و نیروهای روحانیت اینها شبکه دارن تمام جریانات سیاسی ایران در طی سالهای 44 نیروی دیگه به شدت سرکوب شده امکانات ندارن کار علنی بله. بکنن و اینها یک همچین پایه‌ای دارن برای جریان خمینی یک یعنی نیرومندیه بله برداشت من از صحبت های شما اینه که اون چه که گفتی خودتون از تابستان 57 رهبری آیت الله خمینی رو ناگزیر کرد این پایه‌ای است که ازش صحبت می‌کنید که از دهه 40 آرمان به بله. شکل که رژیم بله. خمینی بله. خمینی یک نیروی جدی و قدرتمنده اینه بعد اینه. سیاسی بله. میام بعدا صحبت دادی... می‌کنم نه من موافق نیستم با فرمایشات دوست عزیزم آقای فتاپور نخستین که تابستان 57 باز کردیم ببینید اون موقع یک چهلومی برگزار میشه که پیرو فراخان آیت الله شریعت مداری که سوگواری و چهل و مدر برگزار بکنی در مسجدها ها برگزار میشه و اتفاق خواسته نمیفته بله خب پس دوم اینکه ببینید اینکه خمینی رهبری رو به دست گرفت باید دید چه عواملی شد باید به دست گرفت میفرمایند مثلا جبهه ملی نمیتونست رهبری رو به دست بگیره چرا چرا نمیتونست به دست بگیره اون استقبال گسترده ای که از نامه سه نفر شد اون است شما نامه کریم سنجابی داریوش فروهر و شاپور بختیار در خرداد 56 اگه اشتباه نکنم بله. و, بعد نشست قلع زنگی که یک بسیار بسیار پشواک مثبتی در میان مردم داشت در اون موقع یک اعتبار فوق العاده جپی ملی داشتن اما چطور شد خمینی رهبری رو گرفت یکی از دلایلش سردرگمی شاه بود یک اختلاف نظر کوچیکی که ممکنه با مهدی فتابوی گرامی داشته باشم شاه ناتوام نبود سردرگم بود نمیدانست میخواست چه کار بکنه فرق است بین این دو بله رجب شاه و اقداماتی کرد ما بحث جداگانی داریم ولی میخوام به من بگید که آرایش نیروها رو در سال انقلاب و سال پیش از اون شما چطور میبینید برای اینکه پنج نیرویی که آقای فتاپور برشمردند گفتن که در میان این پنج نیرو نیروی روحانیت که اون پایگاه رو داره که فائق بیاد و اگر 57 فائق میشه حاصل اون پایگاه است شما من بگید آرایش نیروها چیه و کدام یک چقدر پایگاه آرایش نیروها برعکس من اون چیزی که بسیار به باور من قابل تاسفه نیروهای عرفی قدرت بیشتری داشتن دو دلیل در این مورد ذکر میکنم نخست اینکه ببینید وزنه آیت الله شریعت مداری و حتی طالقانی آیت الله طالقانی که بیشتر سمت و سو به جبهه ملی داره بسیار سنگینتر اعتبار بسیار بالاتر تا آقای خمینی اینکه اگر صحبت بر سر این است که باورمندان مذهبی پی آقای خمینی رو گرفتن باورمندان مذهبی میدانستند که مقام آیت الله شریعت مداری بالاتر به مذهبی از آیت الله خمینی حتی اگر این باشه اگر بیلا. دوم اینکه مسئله که در این مورد هست ببینید حتی مذهبیایی که هستن به بعد از انقلاب و ماهای برگ برگردیم الان داریم بحث علمی میکنیم صحبت هم خوب و بد نیست گروه فرقان که یک گروه مذهبیه هوادارای آیت الله خمینی رو ترور میکنه که کار خب البته نادرست ترور کردن اما این نشون دهنده این است که کسی که مذهبی است الزاما پیرو آیت الله خمینی نیست بس. یعنی این استدلال که اکثریت مذهبیان پس اکثریت پیشوایی مذهبی آقای خمینی رو قبول دارن تاریخی نیست بله آقای پتاپور در همین نکته بگذارید به یک نام خیلی مهم بپردازیم که مذهبی بود با آیت الله خمینی همراه شد ولی خیلی ها معتقدند که میتونست به سمت دیگه بره آیت الله طالقانی چهره بسیار با نفوس اون لفظی که رایج کاریزماتیک هم بود و به خصوص در میان جوانان جوانانی که میفهمیدن حرکت اعتراضی سیاسی در خیابان یعنی چه خیلی نفوذ داشته در میان مجاهدین که مسلح بودن که ایج. آیا واقعا ناگزیر بود که آیت الله طالقانی مختلف بشه با خمینی میتونست تحت شرایطی به سمت دیگه بره و این میتونست همراه با عوامل دیگه مسیر دیگه رو دقیق میفرمایید در مورد بسن... آیت الله طالقانی که خوب من معتقدم که میتونست کاملا تحت چارچوب رو همون روشنفکران مذهبی قرار بگیره میتونست میگم دلایلی که بود چی بود ببینید من این تا نیرو خمینی رو گفتم که در دراز مدت این وضعیت رو داره نیروهای ملی بین سال 52 تا 57 که 56 حضور سیاسی ندارن محوند یعنی اصلا نیستند منظورتون از حضور سیاسی چیه؟ برای اینکه ما در سال 55 پیش از این ماجراها نامه علی اصغر سید جوادی رو داریم که نه نه این در تا اونجا که من میدونم تا اونجا که یادم میاد حرکت میخوام بگم فروردین فروردین 56 یا 55 تفاوتش زیاد نیست ولی در این نامه علی اصغر حاجی جوادی ما میخونیم صدای فرو ریختن سقف حکومت را میشنوم بین ترتیب منظور شما از این که نیروهای ملی در صحنه نیستن میخوام بگم چیه آیا منظور اینه که این, این کلام در میان مردم تنین پیدا نکرد بین, بین سال 52 تا 56 که دقیقا این اولین واکنش این نیروهاست نامه های های بعد حرکت تشکیل جبهه ملی و همون نام سه نفری که شما اشاره کردید بعد میاد مسئله شپای گوته که خب در اینجا چاپ نقش بالا و تظاهرات دانشجویی یعنی ما در سال 56 اولین تحرک رو که توسط دو نیروی دیگه است. این توسط ملی ها و چپ ها بلی. و این خیلی متمدنان است مبارزه سیاسی است نام نوشتن سیاسی است تظاهرات ب... درگیری میشه بعد از تظاهرات گوته توی دانشگاه صنعتی و اینها ولی بازم در حد همون درگیری که چهار تا سنگ دانشجو میندازن و تموم میشه از ده 56 که نیروی دیگه وارد صحنه میشه در رابطه با نیروهای ملی مثلا نیروهای ملی تا سال 56 بعد از رفرم ارزی اینا پروسه سیاسی نمیتونن مطرح بکنن حضور ندارن واکن... تنها واکنش که مثلا من چون زندان بودم می... کاری میکردم میگرفتن ما از آقای فروهر رو فقط یکی دو بار در زندان دیدیم که یه موزگیری هایی میکردن و حضور سیاسی ندارن نیروهای چپ که ما باشیم اون زمان و حزب توده باشیم حزب توده ضربه سنگین خورده و به خصوص ضربه سال 48 که نفوذ باز شهریاری بود تشکیلاتشون رو پاشون کمرشون را شکوند ما سه بار رهبریمون ضربه خورده ما قدرت نوع بیانمون به دلیل همین که نمیتونستیم تجربیات جمع بندی کنیم زبانمون ادبیاتمون و نحوه مبارزمون امکان تماسگیری با اون توده هایی که مطرح کردم نداره بله. ما... این ولی ما قوی ترین نیرو تو روشن فکرها تو دانشجوهاییم بله. بنابراین این نیرو رو ما داریم صحبت هایی که آقای اسدی میکنن تمامش در رابطه با ملی مذهبی یا ها واکنش هایی که تو این نیروس که ما میدیدیم خود ما هم اینجوری میدیدیم اون زمان چون میدیدیم ما تو زندان ها ما آیه فتح رو اینجوری مطرح کنم که آیا ممکن نبود آیت الله طالقانی به نیروهای ملی مذهبی که در میان بازاریان نفوذ کلام داشتند با بخشی از روحانیت در تماس بودند مثل آیت الله شریعت مداری نزدیک بشه و این ائتلاف شکل بگیره ائتلاف کسانی که در بازار پایگاه دارن در روحانیت در قم پایگاه دارن و در میان نیروهای سیاسی هم پایگاه دارن یعنی از آیت الله طالقانی رو میتونه به عنوان انقلابیون در بر بگیره تا نیروهای مکلا مثل بازرگان تا نیروهای سنتی روحانی مثل آیت الله شریعت مداری این... قبل از تابستان 56 شیش... این امکان کاملا وجود داره و در صورتی که مثلا من سال 54 به عنوان اوجش گفتم اگر با. اون زمان فضا باز میشد چرا 56 دیگه این امکان سال شیش منحل میشه ما با شرایطی مواجه میشیم که مردم تو خیابونند وقتی مردم میان توی خیابون و تعیین کننده اعتراضات خیابونی است نه مبارزه سیاسی که قدرت جبهه ملی اونجاست ببینید آیت الله خمینی این توده های بسیار گسترده ای رو که پشت خودش کشوند سر فراخانش نبود فقط نیز سر این بود که بسیاری از این توده ها دیدند که جپه ملی به اونها پیوسته امه. نیز دیدند که بسیاری از گروه های چپ به عنوان پیشوا صحبت می کنند از آیت الله خمینی خب. نیز یعنی این استقبال رو دیدند یعنی در هر حال بسیاری از توده ها به واسطه پشتیبانی کردند از خمینی نه اینکه جزء حوادث در آذربایجان به دلیل نفوذی که آیت الله شریعت مداری داشت فکر می‌کنید به دلیل پیوستن شریعت مداری به خمینی اونها هم پشت اه... سر سب... البته آیت الله شریعت مداری تا جایی که حافظه من یاری می‌کنه و خوانده هم یاری می‌کنه به آیت الله خمینی نپیوست در اون موقع ولی خب دیگه یک وقتی هست که آیت الله شریعت ده هر از چندی میپذیرت سران جپه ملی و به بیت خودش قدرتی دارد یه وقتی این سران جپه ملی همه پیوستند به غیر از بختیار به غیر از صدیقی به خمینی خب قدرت دیگری ندارد دمای سال سوال رو اینجور هم میشه پرسید که از تابستان ۵۷ به گفته ایشون وضعیت انقلابی دیگه شکل گرفت در وضعیت انقلابی اون کسی رهبر میشه که انقلابیه آیت الله شریعت مداری خودتون گفتید خواهان بازگشت به قانون اساسی بود بنابراین انقلابی نبود نیروهای ملی از جمله سه نفری که گفتید تو نامشون هست دیگه اینها نامه‌ای می‌نویسن به شاه در خرداد 56 در این نامه فروهر سنجاوی بختیار خاصار ترک حکومت استبدادی هستند که این خودش یک حرکت انقلابیه خواستار تمکین مطلق به اصول مشروطیت اما هستند و احترام واقعی به قانون اساسی به این ترتیب اینها رو نمیشه گفت انقلابی اینها شاید خواستار این بودند که نظام دگرگون بشه ولی انقلابی چیز دیگه است یا نه برداشت من از صحبت های آقای نه اختلاف نظر داریم در این مورد ببینید این اختلاف نظر تئوریکه شرایط انقلابی بدون رهبر انقلابی معنی نمیده خمینی بود که انقلاب رو انقلاب کرد خیزش رو انقلابی کرد چنان چه لنین بود که نارضایتی مردم رو در روسیه انقلاب کرد حتی یاران خودش قبول نداشتن اون کاری رو که او میکرد ولی او کرد یعنی این که شما فکر کنید یک روند تاریخی وجود داریم این انقلابی انقلابیاتوش نیست تاریخ و تاریخ ساز می سازد کارافرین های تاریخ می سازند اگر شما برای حل مشکل با عراق ارتش بفرستید یک راه حل اگر در الجزایر مذاکره بکنید یک راه حل دیگه است یعنی ها... فکر میکنید نباید تقدیر گرایانه گفت هرگز هرگز رو... من فکر میکنم در باور دوست بسیار عزیزم مهدی فتاپور اندکی پسمانده های ماتریالیسم تاریخی مونده به روایت دیگه که تاریخ یک روندی داره حالا ما وقتی که لحظه درستش رو فهمیدیم سوارش بشیم چنین نیست تاریخ و آدماش میسازن تاریخ بکر است معنی ندارد جهت ندارد سو ندارد اونو اینطوری میشه چنانچه اگر اجازه میدید یک نکته دیگه ای هم عرض بکنم بسیاری از اشتباه های اندیشه چپ که منم اون زمان جزو تعلق خاطر پیروانش بودم برد. در اون موقع این بود که خمینی نمیتونه حکومت کنه چرا نمیتونه چون در روند تاریخ نیست او مرتجع است یا زود دست ما میاد که در روند تاریخیم آقای اجازه این جمله من خواهد گفت یا در این مورد اشتباه می این جمله آخرشون که آقای اسدی دقیق میگن تفاوت من با آقای اسدی در اینه که همونطور که مطرح کردم یه روندیه که بر نمیگره به تصمیم افراد یه بحث برمیگرده به تصمیم افراد که میتونن تاثیرات بذارند شما یه شرایطی به وجود اومده تصمیم افراد میتونه اینور اونورش کنه ولی نمیسازه همه چی رو نمیشه در شرایطی که اصلا مردم آماده مبارزه نیستن که بد انقلاب را بندازه باید مردمی تو خیابون باشن تا بتونه سوارش انقلاب بشه ولی اینجوری نیست که با اراده مثلا کسی بتونه همه یعنی چی رو عوض اگر کن. نیروهای غیر از طرفداران آیت الله خمینی فکر میکنین می اومدن و سعی میکردن در رأس این جنبش اعتراض نمیتونستن. 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 به دلیل اینکه اون شرایطی که مردم رفتن توی خیابون اون تنها جریانی که در ایران تشکیلات تو تمام محلات داره و میتونه آدمایی که تو خیابون هستن باش تماس بگیره روحانیت و این تمام 25 سال گذشته آزاد اینا فعالیت کردن ارتباط کردن و دو پول گرفتن از سواک چرا تون... حرف انقلاب نزدن چون, چون که بله ارتباط داشتن وجود دارن در حالی که ما وجود نداری ما رو سرکوب کردن و دو دومین موضوعی که در اینجا وجود داره. داره در همین چهار من تمام کنم صحبتام رو ببینید صحبتی که دقیق نیست آقای شریعت مداری فاکت که اینجا وجود داره اومدن در اول شهریور ما اومدن گفتن آقای شریف مامی اومده سه ماه تظاهرات تعطیل مشخصا اینو مطرح کردن ما فقط چهله رو در داخل مساجد میگیریم داخل مساجد جسری جمع شدن همه طرفدار خمینی هم بودن ده روز بعدش هیفده شهری بر اتفاق رو ریختن تو مردم خمینی گفت بیاین تو خیابون همه اومدن یعنی آقای کسی که میخواست بگه آروم بریم حرفش بیش نمیرفت یعنی تفاوت مانید. قدرت می فرمید که تفاوت در می فرمید که در مرداد که حرف آیت الله شریعت مداری پیش رفت و در مسجد شهر برگزار شهر کردن شهری ورما در شهری ما وقتی آقای شریف مامی اومد رو کار آقای شریعت مداری گفت سه ماه تعطیل ولی متقدید حرفش رو نخریدن روز بعد ده روز بعد تظاهرات 17 شهری درست ده روز بعد یعنی عصدی. در اون مقطه شرایطی به وجود اومده که این نیرو مقد... دومین نکته ای که دقیقه نیست بعد بگم که جواب این رو به شکل آقای اسدی دادن که الان من بلافصل به خاطر آوردم آقای اسدی میگن اگر چنین شد دلیلش این بود که نیروهای دیگه پیوستن به خمینی اصلا, اصلا اون موقع ش... ببینید تا شهریور تا زمان سال 57 هیچ کدوم از جایین سیاسی از خمینی حمایت نکردن اصلا این من این تاثیر از کجا اومده چپا این نه اجازه بدید گوش بدید تا اون زمان آقای خمینی خودشه ما چپا که اصلا خمینی رو قبول نداریم تو زندان وقتی ما آب میخوردیم میرفتن آب میکشیدن اصلا اون رابطه ما هم اینجوری بود میرفتن میگفتن نجسه اینقدر رابطه ما دور ولی در هیچ ولی, ب... ولی به واسطه شما... شماها پیروی میکنیم برای اینکه شما طالقانی رو میشناختین در زندان طالغانی... منتظری طالغانی. رو میشناختین در زندان طالغانی... صحابی رو میشناختین طالقانی که شما سوال باید. کردی ببینید طالقانی و یه مقداری هم, صحابی هم که فرمو صحابی رو نهزت و آزادی هست طالقانی که رابطه با نهزت آزادی داره اصلا جزء خومنی ها محسوب نمیشد تا سال 55. و پنج اتفاق مهمی که سال 55 افتاد که تغییر توازن نیرو اهمیت زیادی داره از اتفاقات تغییر لوژیک سازمان مجاهدینه اون پنجمین نیرو که من راجبه صحبت نکردم یعنی فکران مذهبی شرایطی بود که میتونستن رقابت کنند با. بیش از همه ما میتونستم اونا رقابت کنند چون تو درون مذهبی ها بودن میتونستن تأثیر بذارن همین آقای طالقانی و دیگران که شامل بخشید بعد از تغییر ایدولوژیک سازمان مجاهدین من شما شا... برای بینندگانی که ممکنه مارکسیس آمدن... مارکسیسم شدن بخش عمده سازمان مجاهدین بلد. سازمان بلد. مجاهد. بلد. اومد شاه رو این مانور به شدت تبلیغات وسیع کرد چون فکر میکرد خوم این که فکر که رقیب فکر میکرد چپان و نابود کرد در واقع در حد بالا سازمان مجاهدین ولی مهمتر از این تأثیر سیاسیش این بود که بخش بزرگی از این روشنفکران مذهبی مثل آقای طالقانی اینا همه تغییر موزه دادند یعنی ما در زندان آقای طالقانی شد در و ببینید دو نکته میخوام عرض بکنم اول میفرمایند که تا شهریور ما حتی خمینی رو درست نمیشناختیم نامش نبود اینو راست میگن برنهاده ای من این است که همه این تونت پیچ از آبان ماه اتفاق میافتد. دو نکته عرض بکنم. آبان ماه و یعنی با اتفاق شریف مامی و به ویژه آبان ماه نشون داده میشه که شاه سردرگمه. در زمانی که شاه سردرگم نباشه اون گزینه جپی ملی بسیار قوی تره. همون موقع تماس گرفته میشه شاه هم گویا رضایت میدهد به نخست وزیری الله یار ساله که باز جپه ملیا میپذیرند سپر میندازن جلوی جریانی که داره جای دیگه رشد میکنه جایی هم آقای فتاپور میفرمایند که اینا ارتباط داشتن با مردم خب بله ارتباط داشتن ولی فلسفی که ارتباط داشت حرف انقلاب میزد حرف ولایت فقیه میزد حرف حکومت براندازی میزد طالقانی که ارتباط داشت این حرفا رو میزد خب بله ارتباط داشت... خالوانی در زندان بود در ز... نه منظورم این ج... جنایی که... کی... شما و آقای فتاپور هر دو میگید تا شهریور ماها یعنی شماها خمینی رو نمیشناختید و براش اعتبار سیاسی قائل نبودید حتماً شماها نمیشناختید و نبودید ولی آقای از... اگر... از یک سال پیش از انقلاب قوم تبریز بعد اسفهان و به ترتیب شهرها به شکل حرکت دومینووار پیوستند به حرکتی که در واقع شروعش یک شما میگید بحث حیثیتی بود ولی شروعش در میان طلبه ها در قم بود و طرفداران آیت الله خمینی به این ترتیب قبل از شماها در صحنه خیابان خمینی رو میشناختند نه ببینید اولا که خمینی رو میشناختند صحبت بر سر شناختن خمینی به عنوان رهبر سیاسی است شناختنش خب البته اگر کسی نمیشناخت تاریخ رو نمیشناخت مال سال 42 همه ما دستکم به دنیا اومده بودی. شناختن اینجا این است که کسی که در واقع از نظر طرفدارانش اهانت بهش حرکت اعتراضی رو شروع میکنه به نواز مذهبی یعنی اهانت به ما نکنید هر کاری میخواید بکنید بکنید خود آقای خمینی اینو در من در مقالی خواهم آورد در صحیفه امام بارها گفته است که میگوید اگر ما برویم مسجد ما بریم دعا بخونیم همین کار ما تمومه کار سیاسی نداریم دیگه گله میکند از این آدما از روحانیون سنتی از روحانیون گله میکنه میگه برای شما کل اسلام شده اینکه مقدسات حفظ باشه درس خونده بشه کارهای مذهبی نتیجه انجام... ای که ازش میگیرید اینه که در میان روحانیون سنتی نفوذ نداشت در واقع به این ب... میگم می... ببینید صحبت من این است که به عنوان یک حرکت سیاسی خمینی مطرح نبود خمینی خودش هم اینو میدونست اگر این را نمیدانست متوسل نمیشد به عرفی‌ها برای اون که برای خودش یک اعتبار سیاسی درست کنه بلد. ببینید اولا که حرکت از دی ماه به بعد همینجور که مطرح شده کردم دی پنجا, پنجا و شش. که از حرکت قوم شروع میشه و ادامه داره یه وقفه کوتاه داره تو تابسو نونزه دی ماه که حرکت همون عکس مقاله علی آقای خمینیه بعد ب... ب... تونترینش چهلوه تبریزه چه روز بعد بلد. بعد میره ادامه داره در تابستون تونترینش در اصفهانه بله پیدا میکنه یه تقریبا کوتاه دو ماهه داره وسطش تو تابستون که بعد کردن اون طیف اول نیروها که اون سه نیرو باشن اون نیروها علیه رژیم شاه مبارزه میکردن ولی اونا میگفتن آقا جان تو کارهایی که کردی مثبت اصلاحاتت مضمون فکریشون ولی کمه حالا با ایده های مختلف میگفتن ما دموکراسی میخوایم بعدش خیلی نظرات غلط داشتم مثلا چپو می گفتم مثلا فرض بکنیم ما میخوایم بریم سوسیالی می گفتن این دموکراتیک بشه آزادی بشه این همشون با این چارچوبه مبارزه ایشون هم که میکردن یه نقش مبارزه سیاسی روشن فکری احتساب تظاهرات نامه نوشتن ایناست تمام حرکت هایی که تو سال 56 هست این خصوصیت رو از دیما ما هم با یه حرکت شورشی دیگه ای داریم همون حرکت هایی که شکل مبارزه بعد از اون در شکل خمینی است در حرکت تبریز سینما آتش در حرکت تبریز حزب رهساخیز آتش می‌زنند در چه روز بعد از قم در حرکت اصفهان در وسط تظاهرات تیراندازی میکنن به سمت پلیس با استقبال مردم مواجه می‌شه مردم من تو خیابون تقویت تق... اجازه این در... که سینما میزنن آتش می‌زنند مردم... و مشروب فروشی‌ها را آتش این با استقبال مردم مواجه می‌شه مردم مواجه می یعنی چی آقای اسدی نه می‌فرمایید اجازه دی... بدید این... بس بر سر اینکه این پشتیبانی تو اجازه بدید آقای اسدی شاید من تفاوتی باشه مردم یعنی چی ما مردم های مختلف داریم بنده و شما و تمام نیروهایی که با اون ستیف بستگی دارن انزجار دارن از این حرکت ها نه تنها استقبال نمی کنن ناراحت میشن که چرا این کارا داره میشه ما وقتی می دیدیم سینما آتیش گرفته همون زمانی که چریکم هم بنده بودم وحشت میکردم از این موضوع ولی کن یه بخشی از نیروها که تبریز اومدن تو خیابون میرن با همدیگه همکاری میکنن هورام میکشن برای اون کسی که یه بخشی از مردم هم اونا و این بخشی آتی. از مردم دارید صحبت سر این میکنید که خوب. آقای فتوپور جایی که من متوجه نمیشم میفرمایید که این جریان مذهبی شده است چنان چه سینما آتیش میزنه الان میفرمایید که من مردم منظورم نبود یه ایده کردم خب یه ایده کردم آقای اسدی عزیز ایده نیست یک مجموعه نیروی سیاسی در ایران وجود داره تقسیم شده است دو مردم داریم یک مردم اون مردمیاند که چپها رو قبول دارند ملی ها را قبول دارند روشنفکران مذهبی رو قبول دارند حکومت شاه رو قبول دارند بعضیشون که حکومت شهار رو دفاع میکنن اون سه تا نیروی دیگه مثلا این اشکال مبارزاتی تو کارشون نیست سه تا نیروی دیگه چپ چپ ها چپ‌هاست چپ‌ها ملی‌ها فکران مذهبی بله. و نه تنها تو کارشون نیست شیوه مبارزه اون بخشی که به ملی‌ها و اینا برمیگرده نامه نوشتن مبارزه سیاسی آگاهگری، روشنگری و این کاراست بله. اون بخشی که به چپ‌ها برمیگرده بله. تظاهرات دانشگانی بله. شو دادن. ایناست هم اینجا دارید؟ این بحث نام نویسی که ایشون نسبت میده به میلیون که البته دیگران هم نوشتن ولی بله چهره های جبهه ملی بیشترین سهمو در این کار داشتن این نشون نمیده که روی کرد سیاسیشون بیشتر نخبه گرایانه بود یعنی معتقد بودن شما به رأس حکومت به سران حکومت باید بنویسی و با اونها باید کار کنی مخاطبت باید اونها باشن و سعی کنی یه جوری حل و فصل کنی در صورتی که آقای خمینی حرکتش چنین نبود نخب نبود و به همین دلیل تونست در کف خیابون جمع کنه طرفدارانی رو که به گفته ایشون سینما ممکن بود آتیش بزنن مشروب فروشی رو قطعا آتیش میزدن و اینها در واقع از نظر شما حرکات منزجر کننده بود اما بسیجگرانه بود برای آیت الله خمینی بله البته کم لطفی میکنید میفرماید آیت الله خمینی نخبگران نبود برای کسی که طرفدار ولایت فقیه هست چطور ممکن است که او نخبه گرا نباشد اون تا بله. نخبه ای رو که قبول داشت یک نخبه ویژه‌ای بود خب اون نخبه حکومت در دنیا از ولایت فقیه روز... فقی. ولی بحث در نوع اعتراض است حرکت اعتراضی که آیت الله خمینی بهش توسل جست حرکت در کف خیابان بود که کاملا متفاوت با نام نوشتن به باز بازم بازم آقای کریمی باتون موافق نیستم بازم صحیفه امامو بخونید جلد سه و چهار جلدی که دو جلدی است که در زمان آستانه انقلاب حتی جلد چهار اه. به انقلاب هم بله. میرسه در اون مرتب داره میگه آقای این علما یعنی همون نخبه ای که دارید میگید نخبه ها یکی نیستن آن اتفاق آقایون علما تلگرام بزنید نامه بنویسید حرف بزنید با مردم صحبت با اونه آن اتفاق ناگواری که افتاد این است که آن گروهی رو که به عنوان نخبه گرای عرفی میگویید و البته من فکر نمی کنم چپ اون موقع طرفدار دموکراسی بودن اما همه اینها که غیر شرعی بودن در هر حال سپر انداختن و رهبری خمینی رو پذیرفتن در این صورت بدیهی است که توده ها پشت مردم هند. چرا؟ چون هواداران چریکا پشت خمینی هن هواداران مجایدین پشت خمینی هن هواداران جپی ملی روشن ها همه اینها رو به واسطه رفتن آقای شما آقای ببخشید میتونیم مثال بزنیم مثال میذارم چریکا در قبل از انقلاب تا آخر روز انقلاب یک جا پشت خمینی نرفت چرا همچین چیزی هست شما بزنیم. بله برس میکنم در بهمن 1357 قبل از دوم بهمن که انقلاب بشه در اعلامی از شما صحبت از پیشوا خمینی میشه میتونه گردیم نه... ما هیچ جنا بعدم شما چاپ کنید خیلی خوب اعلامیه سال 57 ما در در چیز بدید دلوقت مجاهدین, دلوقت مجاهدین, دلوقت مجاهدین دلوقت ما اطلاع داریم باشون ارتباط با من سازمان ندارم اون مجاهدین سازمان ندارن ولی مجاهدین بور... تون ترین بر خود با جریانات طرفدار خونی داره. جریانات نوع رابطه این نیروها با خمینی همه زمانی که خمینی قدرت گرفته که قدرت گرفته از تابستان پنجا و هفت خب پس یعنی تمام تابستان پنجا و هفت مسلط شده خب پس بخشی حرف از نیروها, نیروها توجه بله کنید بله بل بل. بخشی از نیروها مثل جپه ملی که تا اون زمان کاملا موضعی متفاوتی دارند بخشی از نیروها نسبت به این قدرت به این نتیجه رسیدن شریکا از چه زمانی پاس داشتن رفتن بر خمینی از, از سال 59 یعنی دو سال در آه. یک سال اول بعد از انقلاب هم کامل موزه علی خمینی آه. 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 ف... نه به قانون اساسی رای را دادن نه به چیز نه به عنوان نیروهایی که در اجتماع بودن پیوستن به هر کدی که شعارش مذهبی بود دیگه اولا اج... ابلن... شما ببینید بعد از من از دید توضیح بدم ببینید وقتی پر سر شما میبینید جایی که خمینی قدرت گرفت همونطور صحبت کردم سال 56 57 هیچکونو من نیروهای سیاسی موزه نداره از ابتدای پنجاب از همون زمان به قول ایشون آبان پنجاب و بعد از اون زمان به دلیل قدرت گرفتن جریان قدرت با خودش خب پس پیوستن به دلیل اینکه این جریان بخشی قدرت بخشی از نیرو قدرت وقتی یه نیرو داره مقهور میکنه نیرو رو مال خودش میکشه بخشی از نیروهای خب آقای اصلی دل... میگه اینه که ناگزیر کرد رهبری در رو توده ها داریم صحبت میکنیم در با... جریان نیروهای سیاسی در مورد جریان ملی جردیانات... تصمیم آقای سنجابی بود. بود در جریانات جبهه ملی اونها به این نتیجه رسیدن که باید از درون برن کار کنند بخشی از نیروهای دیگه بعدا به تدریج رسید تمام این پروسه اونایی که میخوان درون کار بکنن چرا ما میتونیم از درون تغییر بدیم خب به نظر من خب نتونستن خطا بوده ولی این سمتگیری رو کردن اینها بعد از اینه که خمینی خمینی شده و اونا به این نتیجه رسیدن که ما حریفش نمیشیم نه به این دلیل که اینها پیوسته خمینی شد آقای... خمینی آقای بعد اینا اومدن بله بله بیننده حتما متوجه شده خیلی ساده است دیگه چیزی که آقای میگن. میگن نیروهای دیگه نبودن که رهبری آیت الله خمینی رو ناگزیر کردن بلکه رهبری آیت الله خمینی مستقر و اصلا واضح شد غیر قابل برگشت شد و اونها دیدن که باید به این جریان بپیوندند. چون هم تازه بخشی نپیوستن بخشی پیوستن بله. چون این نیست اولا در مورد اون مسئله فدایی یه چیزی بگم این برای اینکه روشن باشه ببینید این دید در فدایی مثل اکثر چپ ولی به ویژه در فدایی وجود داشت که خمینی خوبه یه عده مرتجه دورش رو گرفتن من نمیگویم خد... فدایا به اسم رهبر از او صحبت کردن اما به عنوان یک کسی که لیدر رهبر سیاسی بنیکی ازش یاد کردن و بعضی وقتها ازش میخواستن حساب خوره تو از مرتجا جدا کن یه ایده ای دارن نمیذارن ما حرف بزنیم میز ما رو به هم میریزن کار در سوال من الان هم یعنی پس این دید مثبت رو به خمینی داشتن دوم اینکه اینکه خمینی از آبان 1357 یعنی باز برمیگردیم به اون سه ماه خب اینجا با هم یه پیشرفتی کردیم این دلیل که از اون موقع قدرت بیشتری میگیره چون از اون موقع است که چهار اتفاق ناگوار با هم همراه میفته یک سردرگمی شاه به قایت میرسه حکومت نظامی و صدای انقلاب شما رو شنیدم یعنی دیگه نه پیروان دو دو مسئله چرخش نگاه قرب و دنیاست به این مسئله که کسی که خودش نمیخواد برای حکومتش مبارزه کنه ما نمیتونیم ازش پشتیبانی کنیم پس به فکر جانشینش باشیم قدرت های جهانی در گادلوب که گفتن که شاه به روشنی گفتن باید ما حالا باید گزینه شاه رو ببینیم سه, سه, شخصیت خود خمینی که شخصیت رهبری داشت بدون شک و بسیاری از سخت خب همین رو... اینجا همینجا دارید ایشون هم میگه آقای فتاپور هم میگه که شخصیت خمینی به اضافه اعمال دیگه رهبریش رو در انقلاب ایران دیگه مسلم کرد و اونجا بود که نیروهای دیگه پیوستن که البته میگه یه تعداد هم نپیوستن شما معتقد هستید که پیوستن نیروهای دیگه مسلم کرد رهبریش و این تفاوت جدیه بقی... این نیروهای دیگه ای که شما معتقد هستید با پیوستن به حرکتی که آیت الله خمینی در رأسش بود رهبری او رو مسلم کردن واقعا چقدر نفوذ داشتن اهمیتی می داشت اگر نمی پیوستن خمینی رهبر نمیشد و اینجا باز این هرگز نمیشد این عامل چهارمه ببینید در یک مبارزه سیاسی دو مبارزه همزمان صورت میگیره یکی مبارزه اپوزیسیون با حاکمیت یکی مبارزه جناهای مختلف رقابتشون در اپوزیسیون ده. با یک دیگه برای رهبری گرفتن تمام این نیروها میدان خالی کردن برای خمینی در سال 57 و جریانی که مج... م... آزادی از قبل بوده نهضت آزادی از نظر تاریخی همواره با روحانیت رابطه نزدیک داشته نه با اونها نزدیک بوده حتی آقای طالقانی اینا که مانع آزادی بودن در عین حال که میتونستن با این ور باشن با اون ورم نزدیک بودن اونا همیشه میگفتن اون, اون متفاوته نیروهای جبهه ملی از آبان پذیر و پ... پیوستن صحابی و دیگر آقای سنجابی و دیگران آقای فروهر نپی و توش انشعاب شد نقش اینا در تقویت خمینی ناچیزه نقش داشتن نقش داشتن حالا ناچیزه, حالا ناچیزه که حالا ناچیزه که یعنی نا... در واقع اهمیتی نداشت. چندان نداشت شبها مجاهدین و جریانات روشن فکر مذهبی نپیوستند در قبل از انقلاب حتی حزب توده ایران در دی ماه تا دی ماه ایرج اسکندری در رس... ایرج اسکندری در رأسش طرفدار نزدیکی با نیروهای ملیست مبارزه با دیکتاتوری رهبری عوض میشه کیانوری تشکیل میشه اونم نقش بالنه اون میگه چپه متحد خلق و طرفدار خمینی میشه بنابراین اونم تازه یه ماه آخره بنابراین اینا نقش تعیین نه هر کدوم از این نیروها رو در نظر بگیریم یا بخشی هم نبه. ما نبه. ما اطلاعی که ایشون میگن چه اطلاعی ما دادیم که مورد نظر ایشونه ما اومدیم گفتیم آقای خمینی با همین و... واژه‌ام گفتیم شما میایید میگی راجع به دموکراسی نامه سرگوش آدم هست شما میگید دموکراسی از هواداران شما تو خیابونا دارن داد میزنن هز فقط حزب الله اون خب راسته یا این با راسته این اعلامیه تر اعلام... اعلام... این اعلامیه تر با خمینی صحبت حال... میکنید اعلامی... اجازه بده اجازه این اعلامیه کیه؟ مال دی 57 دی بله من هم عرض میکنم در این اطلاعیه منظورم اینه که ما داریم چالش میکنیم اعتراض سیاسی ولی بعد بله، اجازه بله، بدید اینجورا تموم بکنم که در جامعه چیزی که در جامعه اون در هدف اون چون بعد انقلاب هم ادامه هل. پیدا کرد یعنی تنها جریان بعد از سال 57 تنها جریانی که وجود داره اینه که هم ما رژیم در اون قسمتی که میگفتم جایی که میتونست تأثیر گذار باشه نظر سیاسی تحول نمیده هم نمیزد ولی تأثیر میذاش در 23 مهر 57 آقای بهازین میاد اتحاد دموکراتیک مردم ایران درست میکنه 23 مهر بعد از 17 شهریور اون روحانیت اینقدر خب. سه روز بعد میگیرنش سه روز بعد رژیم میگیرتش جلوش میگیرم یه می چرا با حسود نزدیکه من خیابون لورزاده خونه تیممون بود نزدیکی مسجد بود آقای نوری که هر روز وقتی میرفت بالای منبر اسم خمینی رو می آورد کدوم نوری عبدالله نوری آقای نوری فکر کنم عبدالله نوری بود چون میگفتن نوری بود یه بارم گرفتنش اسم Khomeini رو می آورد صدای سلیواتی که اینا میفرستادن ما که این اینور 4 تا کوچ اونورتر بودیم زمین میلرزید اینجوری و هم الله معلوم چند هزار نفر میرفتن تو صدا... می یعنی رجیم... بلده بلده. یعنی اون باشه که اسمو بیاری صدا نمیگیرنش اجازه میدید خب بله بله یعنی رژیم اجازه استفاده ما... از وقت نوبت آقای بله مهدی افتاپور عزیز وقتی که جبهه ملی شعار خودشو نمیده وقتی که روشن فکر حقوقدانا شعار خودشو نمیدن و همگی پرچم در جیب میگذارند و رهبری خمینی رو قبول میکنن معلوم است که مردم شعاری رو میدن که خمینی میگه آخه این که روشنه آیه شبا... آی اسدی فهوای کلام شما اینه که اگر اونها طور دیگه عمل میکردن میتونستن مردم رو به دنبال خودشون بکشونن این یه مقدار واقعا ایدالیستی نیست هرگز نیست. مثال می بساتون میزنم بله هر مثال بساتون میزنم چرا سرکوب گسترده میکند خمینی بعد از قدرت در دست گرفتن جبه ملی و نویسندگان و حقوقدانان از چه میترسد او که همه مردم پشتشن از چه میترسد برای اینکه به اعتبار اینها قدرت رو گرفته اینها که دارن پشتش رو خالی میکنن میگه باید سرکوبشون کرد روشن است اینکه مردم شعار الله اکبر میگن کافی بود که سنجابی و صدیقی شعار زنده باد آزادی بدن اون وقت الان میخواست ببینم بالای پشت بوم که مردم کسی میرفت چی میکنه آقای من... آقای آیا مردم در اون زمان ما به قبل از انقلاب صحبت میکنیم الان نه متفاوت شده این مردمی که در حاشیه شهرها به طور میلیونی زندگی میکردند آیا واقعا کسانی چون سنجابی و بختیار و دیگران رو یه ده کراواتی ناآشنا با دردهای ما نمیدیدن؟ کاش وقت بیشتری داشتم بگم لابد بخششون بودن اما خیلی هاشون به جای اینکه برن تعویز بگیرن از ملای محلشون برای اینکه حالشون خوب بشه از درمانگاه استفاده میکردن ببینید بی سواد بی نیست میدونه که چی چی باسش فایده داره این استقبالی که از دانشگاه ها کردن مگه همش خویشاوندان کروات زنا بودن این خب میدونه فرق و میتونه بفهمه در اون مورد من صحبتم به طور روشن این است ببینید خمینی میدان خالی رو برد و میدان خالی رو به علت باورهایی که بسیاری از گروهها ها داشتن میتی فتاپور عزیز من خودم اون موقع چپ بودم و این انتقاد بر خود منم وارده آمریکا ستیزی همچنان که خمینی میگفت براشون عزیزتر بود از اینکه که بتونن ای با حکومت شاه پیدا بکنن و این توده گرایی تمام اینها به اینا کمک کرد که اینها برای مسلحت بگویند که ما حکومت رهبری خمینی رو قبول بکنیم من تحصیل میکنم شاید فدایی به اسم رهبری نگفتن اما سرکردگی بالا بودن تو رو بپذیریم به لحاظ مسلحت از شاه خیالمون راحت بشه بعد که شماها ها و حرکت تاریخ نمیکنید کنید حکومت باید. دست خودم آقای فتاپولی از دلیلی که اطلاع خمینی رهبر انقلاب شد و رهبریش ناگذیر شد این نبود که نیروهای سیاسی که نخبگران نبودن. در سطح جامعه بودن این نیروهایی که در جامعه بودند و مذهبی نبودن اینها هم ولی تودگرا و جماعتگرا بودن دیگه وقتی یک شخصی میاد و این جماعت رو در بخت فرو میبره خود این نیروهای سیاسی هم در بخت فرو میرن شما خودتون مثال زدید که وقتی صدای سلوات این جمعیتی که به اون روحانی جواب میداد شما اطمینان در بخت فرو می دیگه و این شما رو هم خیره می کرد دیگه ببینید این حرف شما دقیقه در مورد انتقاد از نیروهای سیاسی وقتی بحثمون باشه من مثلا در مورد چپا مطرح کردم مثلا ما نوع حرکتمون نمیتونست ارتباط بگیره با تودا چرا ما باختیم هر کدوم از این نیروها رو میتونیم تک تک مورد نقد قرار بدیم که کجا اشتباه کردن کجا نکردن این کار بسیار خوبی از نظر باید. سیاسی در مورد مرعوب شدن نیروهای سیاسی من خودم رو مثال میزنم در نوشته هم گفتم در سال 58 سال 58 اون زمان ما موزه رادیکال داریم علیه رژیم جمهوری اسلامی بعد از انقلاب ما ادامه دادیم موزه رادیکال باید. من ایستاده بودم اونجا دیدم یه تظاهرات داره میشه دارن میان میگن مرگ بر فدایی چند صد هزار نفر من اونجا خودم ترسیدم دوم تاثیر داشت این شکی نیست ولی قبل از پنجاب این ارزابی سیاسی انکاس نداد ما مبارزه خودمون کردیم جایی که نیروهای سیاسی خطا کردند اون جاییه که این مجموعه ستا نیروی سیاسی چون خطر رو نمیدیدند تلاش نکردند که یک جریان منسجمی رو با هم در رقابت با اون و حتی تعامل با رژیم شاه به وجود بیارن هر کدوم برای خودشون داشتن مبارزه آیا هم این رو میگه من میگم در این زمینه مشترک این تعیین کننده بود در این... ناگزیر شدن رهبری آیت الله خمینی شما متعقل هستید این تعیین موضوع... کننده تقنن... ما در این که بتونیم رقابت بکنیم این کار رو ما نرفتیم دنبالش اون میتونه برای بعدا ولی این... در مقطع آبان 57 به بعد اونقدر تفاوت نیرو بالاست اون میتونه تظاهرات ما در اوج تظاهرات ما چپا بیشترین نیرو میتونیم بسیج کنیم ما 20 هزار نفر در روز 19 بهمن جمع کردیم یعنی بیشترین نیرویی که میتونه ما بودیم فقط میتونست جبهه ملی نیرو بسیج نمیتونست بکنه خمینی همون زمان 300 هزار تا جمع میکنه یعنی ما 20 هزار تا اینمون هزار تا تفاوتمون اینجوریه خیلی ممنونم به آخر پرگار این هفته میرسیم تشکر از شما که پایین بحث نشستید و از مهمان های برنامه جمشید اسدی و مهدی پتاپور پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید ما اون را شنبه ها زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه و این دو مهمان میتونن راجع تجربیاتشون در سالهای پیش از انقلاب در اون بگن رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی, بی سی هم میتونید دریافت کنید شب و بر شما خوش